بیاین این سیاه‌چاله رو با هم نگاه کنیم. توی این ویدیو با این سیاه‌چاله خیلی کارا داریم. یک حفره و دایره مشکی رنگه که دورش رو حلقه نور تشکیل داده. داخل این سیاه‌چاله و این بخش تاریک چیه؟ هیچ وقت نمیتونیم بریم توش و بفهمیم واقعا اونجا چه خبره. سیاه‌چاله ها واقعا اجرام مرموز و عجیبی توی جهانن که هیچ توضیحی واسهشون نداریم. در واقع به سختی میتونیم چیزی که درون سیاه‌چاله است رو بفهمیم. ما اون چیزی که خارج از سیاه‌چاله است رو میبینیم و درک میکنیم، اما راهی نداریم که به داخلش بریم و ببینیم اونجا چه خبره. مثلا ما کاوشگر روی مریخ میفرستیم و اونجا رو از نزدیک میبینیم، اما اگه یک کاوشگر رو به داخل سیاه‌چاله بفرستیم، اون کاوشگر از رفتن به داخل سیاه‌چاله جون سالم به در نمیبره. هیچ راهی وجود نداره که بتونه بعد از مکیده شدن داخل سیاه‌چاله سیگنالی رو به سمت بیرون بفرسته. دلیلش هم واضحه. سیاه‌چاله اونقدر فشرده و سنگین و محکمه که جاذبه فوق‌العاده قوی داره که حتی نور هم نمیتونه ازش خارج بشه. توی این ویدیو از پاراگراف قصد داریم بفهمیم داخل یک سیاه‌چاله چیه. دانشمندان تصور میکنن سیاه‌چاله های خیلی سنگین یا اصطلاحاً کلان جرم با جرم میلیون ها تا میلیارد ها برابر خورشید در قلب همه کهکشان های جهانن. وقتی که یک تصویر از یک کهکشان مثل کهکشان راه شیری رو که میبینید، در مرکزش یک توده نور خیلی بزرگ وجود داره، انگار که مثلا یه خورشید بزرگ تو مرکز کهکشانه. البته نه خورشید اون مرکزه و نه این نور از سیاه‌چاله بیرون میاد، چون گفتیم حتی نور از سیاه‌چاله خارج نمیشه به خاطر کشش گرانشی سنگینش. در عوض این نوری که ما میبینیم از میدانهای مغناطیسی نزدیک یک سیاه‌چاله در حال چرخش میان که الکترون‌ها رو به سرعت یک جت در امتداد محور چرخش به سمت بیرون پرت میکنه. این الکترون‌ها امواج رادیویی درخشان تولید میکنن. چیزی داریم به اسم اخترش. اینها هسته فعال نورانی در کهکشان ها. اعتقاد دانشمندان اینه که اخترش ها انرژیشون رو از سیاه‌چاله های مرکز کهکشان میگیرن. اما اخترش ها اونقدر درخشانن که نور بقیه ستاره های اطرافشون اصلا دیگه دیده نمیشه و همه فقط اخترش رو میبینن. حالا اخترش چی هست؟ اخترش اسم کوتاه شده ایه جرم شبه ستاره‌ایه و در اصل یک جرم خیلی پر انرژیه که اطراف یک سیاه‌چاله سنگین رو احاطه کرده. به عبارت خیلی ساده، سیاه‌چاله‌های سنگین در وسط یک کهکشانن و دارن مرتب از گاز و ستاره‌های اطراف تغذیه می‌کنن، یعنی اونا رو می‌بلعن. در همین حال گازی در اطرافشون با سرعت خیلی زیاد می‌چرخه و یک دیسک پرنور داغ و فوق‌العاده درخشان رو تشکیل میده. حالا اگه سیاه‌چاله‌ها مقدار زیادی از این گاز اطرافشون رو ببلعن، یک فورانی از گاز نورانی دورشون شکل میگیره که بهشون اخترش میگن. اخترش‌ها اساساً اطراف یک سیاه‌چاله شکل میگیرن و بدون سیاه‌چاله اخترشی وجود نداره. خود اخترش‌ها سوخت اصلیشون سیاه‌چاله‌ها هستن و موادی که اونها میخورن. وقتی مواد به یک سیاه‌چاله خیلی نزدیک بشن، این قرص یا دیسک دایره‌ای شکل دورشون داغ و روشن میشه. میتونه تا میلیون‌ها درجه گرم بشه و مقدار زیادی تشعشع رو به بیرون بفرسته. محیط مغناطیسی اطراف سیاه‌چاله یک فوران دایره‌ای شکل از خودش نشون میده که میلیون‌ها سال نوری به فضا سرازیر میشه. این همون نوریه که میبینیم و بهش هسته فعال کهکشانی یا AGN میگن. سیاه‌چاله هایی که دانشمندان تونستن پیدا کنن بیشتر از گاز و غبار تغذیه میکنن. این گاز و غبار هم فضای خالی سراسر جهان رو پر میکنه. از طرف دیگه سیاه‌چاله ها میتونن موادی که از ستاره های نزدیکشون جدا میشن رو ببلعن. سیاه‌چاله های سنگین تر و بزرگتر هم میتونن کلن ستاره ها رو بخورن. در کنار اینها یه سیاه‌چاله میتونه با برخورد و ادغام با سیاه‌چاله‌های دیگه بزرگ بشه و رشد کنه. اما سیاه‌چاله‌های کلان جرم همیشه هم در حال بلعیدن محیط اطرافشون نیستن. اگه غذای سیاه‌چاله‌ها تموم بشه، قدرت اون فواره‌های انرژی اطرافش هم تموم میشه و سیاه‌چاله خاموش میشه.
این سیاه‌چاله خاموش میمونه تا زمانی که دوباره غبار، ستاره‌ای، چیزی نزدیکش بشه و حاله نور اطراف سیاه‌چاله دوباره فعال بشه. مثلا سیاه‌چاله سنگینی که در مرکز کهکشان راه شیری ما هم هست، الان خیلی اطرافش گاز و غبار وجود نداره که نورانیش کنه. بنابراین ما هسته کهکشانی خیلی پرنوری نداریم. ممکنه در چند میلیارد سال دیگه که کهکشان اندرومدا با راه شیری ادغام میشه، دوباره اختروش کهکشانیمون فعال بشه. خب، با تمام این توضیحات به نظر میرسه که سیاه‌چاله‌ها اجرام خطرناکی باشن. اما خیلی هم اینطوری نیست. یعنی درسته که اگه چیزی به سمت سیاه‌چاله حرکت کنه به داخلش میفته و دیگه بر نمیگرده. اما خود یک سیاه‌چاله چندان در نزدیک کردن مواد اطرافش ماهر نیست. چند تا دلیل واسه این موضوع وجود داره. اول از همه، سیاه‌چاله‌ها فقط از راه گرانش میتونن چیزی رو ببلعن. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. سیاه‌چاله‌ها واسه خودشون تو فضا راه نمیرن که دنبال غذا بگردن. مثل مدار منظومه خورشیدی خودمون. سیاه‌چاله‌ها هم مدار مشخص و ثابتی دارن و از اون محدوده خارج نمیشن. دلیل دوم اینه که سیاه‌چاله‌ها اجرام رو فقط در محدوده افق رویدادشون میبلن. از اونجایی هم که سیاه‌چاله‌های کوچیک تو جهان زیاده، افق رویدادشون هم کوچیکه. در نتیجه خیلی موفق به بلعیدن اطراف نیستن. توانایی جذب کردن گاز و ستاره‌هایی که خارج از افق رویدادشونه رو ندارن. در کل سیاه‌چاله‌ها از راه دور نمیتونن کار خاصی بکنن. فقط اجرامی که خودشون به سیاه‌چاله نزدیک میشن و میبلن. مثل یک تله موش. شما نمیبینین یک تله موش بره دنبال موش بگرده، بلکه موشی که به داخلش افتاده رو گیر میندازه. حالا به این مثال توجه کنید. فرض کنید که ما توی منظومه خورشیدیمون خورشید رو برداشتیم، به جاش یک سیاه‌چاله با همون جرم خورشید جایگزین کردیم. چه اتفاقی میفته؟ قطعاً خورشید نورانیه، اما این سیاه‌چاله دیگه نوری به اطراف نمیده. پس یک تاریکی دائمی روی زمین اتفاق میفته. نکته مهم اینجاست. هیچ اتفاق دیگه‌ای نمیفته. یعنی سیاراتی که توی منظومه هستن با همون فاصله و سرعتی که الان دارن به چرخششون در اطراف سیاه‌چاله ادامه میدن. هیچ کدوم از سیارات به درون اون سیاه‌چاله مکیده نمیشن. زمین هم تنها در صورتی در خطر میفته که در فاصله 15 کیلومتری اون سیاه‌چاله برسه و نزدیکش بشه. اونجاست که به داخل سیاه‌چاله کشیده میشه. پس میبینیم این سیاه‌چاله اونقدرام ترسناک نیست. حالا با تمام اطلاعاتی که تا الان به دست آوردیم، چطور میتونیم داخل سیاه‌چاله رو توجیه کنیم؟ اون تو چیه؟ تئوری‌های مختلفی در مورد داخل سیاه‌چاله وجود دارن. میگن همه موادی که به درون سیاه‌چاله کشیده میشن در یک نقطه جمع میشن که بهش تکینگی گفته میشه. نمیدونیم این تکینگی مرکز سیاه‌چاله چطور کار میکنه. برای درک درست مرکز سیاه‌چاله نیاز به تلفیق نظریه گرانش با نظریه کوانتومی داریم که اجرام رو در ابعاد کوچیک بررسی میکنه. اما باز همین موضوع یکی از مهمترین مسائل حل نشده تو فیزیکه. نظریه نسبیت عام اینشتین یه سری ویژگی‌های غیر عادی رو واسه سیاه‌چاله‌ها مطرح میکنه. مثلا اینطور فرض میشه که تکینگی مرکز سیاه‌چاله ممکنه یک پل به سمت جهان دیگه ای باشه. حتی در معادلات اینشتین میشه به کرمچاله رسید. این کرمچاله یک پل از یک سیاه‌چاله به یک سفیدچاله است. یا میتونه یک پلی از یک جهان به جهان دیگه باشه. البته اینا همش حدس و گمانه. ما واقعا نمیدونیم که آیا پل یا کرمچاله ای تو جهان وجود داره یا نه. ما فقط تونستیم سیاه‌چاله ها رو ببینیم و تونستیم نحوه تشکیلشون رو درک کنیم. اما واقعا اون چیزی که داخلشه رو نمیدونیم و هنوز یه رازه. در نهایت آیا یک سیاه‌چاله برای همیشه میتونه زنده بمونه؟ مسلماً اگه سیاه‌چاله چیزی برای مصرف نداشته باشه و نتونه چیزی رو ببلعه، پس دیگه زنده نمیمونه و به جاش یک اتفاق عجیب رخ میده. استیون هاکینگ یک پیشبینی نظری ارائه کرد که میگفت سیاه‌چاله‌ها تشعشعات ساطع میکنن. این ایده به عنوان تابش هاکینگ شناخته میشه. در تابش هاکینگ جرم و انرژی سیاه‌چاله‌ها کم میشه و به عنوان تبخیر سیاه‌چاله شناخته میشه. یعنی یه سیاه‌چاله تبخیر میشه. به همین خاطر انتظار داریم که سیاه‌چاله‌هایی که دیگه دارن میمیرن و غذایی واسه خوردن ندارن کوچیک بشن
تا در نهایت ناپدید بشن. استیون هاکینگ تو سال 1974 این ایده رو با استفاده از قوانین مکانیک کوانتومی برای منطقه نزدیک به افق رویداد سیاه‌چال ثابت کرد. نظریه کوانتومی هم رفتار ماده رو در کوچکترین مقیاس ها توصیف میکنه و پیش بینی میکنه که ذرات ریز و نور به طور مداوم در مقیاس های زیراتمی تشکیل میشن و از بین میرن. بخشی از نور ایجاد شده قبل از اینکه بتونه از سیاه‌چال فرار کنه نابود میشه و به شکل تشعشعات دیده میشه. این انرژی منتقل شده توسط تشعشعات یا درخشش هم جرم سیاه‌چاله رو کم میکنه تا زمانی که سیاه‌چاله به طور کامل از بین بره. همونطور که میبینید سیاه‌چاله‌ها واقعا چیزای باورنکردنی و مرموزین. شاید یک روزی بتونیم بفهمیم که داخل یک سیاه‌چاله چیه و واقعا اون روز عجیبی میشه. زمانی که دانشمندان اعلام کنن فهمیدن داخل سیاه‌چاله چیه، اونجا واقعا انقلابی توی نجوم رخ میده. شاید اصلا بفهمیم سیاه‌چاله یک دروازه به سمت دنیای دیگه است یا یک کرمچاله اون توه. شاید هم هیچ وقت نفهمیم و فقط وجودیت سیاه‌چاله رو اونطور که الان میدونیم بپذیریم. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.